بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حسین باغری هستم از فلج جی و خیلی خوشحالم که تو یک ویدیو دیگه هم با شما همراه هستیم اما خب عزیزان ما اگه بخوایم که یه صدا در نرم افزار ادوب ادیشن ضبط بکنیم اون رو خروجی بگیریم باید چه کاری انجام بدیم سری بریم سراغ روش انجام این کار اما قبل اینکه بریم ممنون میشم که همین یعنی الان کانال رو دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید مرحله اول اینه که عزیزان ما بریم به تنظیمات بخش صدامون اوپن ساوند و میکروفونمون رو وصل بکنیم و از این قسمت ببینیم که آیا میکروفون ما وصل هست یا نه من سه تا میکروفون عملا سه تا دیوایس اینپوت من دارم که یکیش میکروفون هدفونم هست لاجیتک جی 332 فکر کنم مدلش این بود میکروفون بعدیم که این میکروفون هست میکروفون USB اس پرودیوسر هست و میکروفون بعدیم لاجیتک بریو که این وبکمی هستش که من الان دارم فیلم ضبط میکنم خیلی خب پس میبینیم که میکروفون ما وصل است اما نرم افزار ادوب ادیشن رو باز میکنیم که خب خیلی هم ساده شما میتونید از سایت ساف 98 میتونید دانلودش بکنید مثلا من سرچ میکنم دانلود ادیشن خیلی ساده و خوب شما میتونید نصبش بکنید نرم خیلی فوق العاده ای آموزش نصب و فعال سازیش هم هست این لینک رو من توی دیسکریپشن براتون میذارم که خیلی ساده و خوب دانلود بکنید خیلی خب نرم افزار ادوب ادیشن باز شد اولین کاری که میکنیم اینه از دان. اینجا هم چک میکنیم ببینیم که آیا صدای ما صدای درستی هست یا نه من از قسمت آدیو هاردویر که یه بار دیگه من آروم اون رو انجام بدم از قسمت ادیت بخش آخر و گزینه آدیو هاردویر باز میکنم دیفالت این اون میکروفونی که قرار باید ضبط بکنم چه میکروفونی هست مثلا من به عنوان مثال این رو هم میذارم روی میکروفون با کیفیتم میگه که چنل اینا عوض میشه آیا میخوایی بدیم من میگم بله و اون صدایی که قرار پخش بشه قرار این صدای ما از کجا پخش بشه خب من چنل صوتی باز هم اینجا زیاد دارم مانیتور اولم مانیتور دوم میکروفونم خود میکروفون اصلیم که در واقع یک جک سونی میخوره و خب میتونم صدا رو هم از توی اون گوش بدم و اسپیکرم که عملا همون هدفون اصلیم عملا میشه و من این رو در همه این حالت میذارم و اوکی رو میزنم مرحله بعد اینه که از ما در این قسمت خالی از قسمت نیو یه دونه آودیو فایل درست بکنیم اسمش حتما عوض بکنید مثلا اسمش میذارم ریکورد یک کپسلاک هم غیر فعال ریکورد یک مرحله بعدی اینه که ما از این قسمت سامپل ریت رو انتخاب کنیم تقریبا بخوام خدمت تو ارز کنم از این سمپل ریت تقریبا این رو دقت کنید تقریبا کیفیت صدامون هست که روی 48000 خیلی عالیه منطقیت اگر روی مثلا 192000 هم بذارید خوبه اما خب اینکه چه میکروفونی بکشه این در واقع سپل ریت و اینها بحث دیگری است که من میزنم روی همون هزار میخوایم استریو ضبط بکنیم و بیت دفش هم میذاریم روی 32 که یک چیز نرمال و عالی هست روی اوکی میزنم خیلی ساده و خوب مرحله بعد این که از این قسمت ما بزنیم برای ریکورد شدن بسم الله الرحمن الرحیم صدا تست میکنم یک دو سه چهار پنج خیلی خوب و میبینیم که الان صدای ما کامل و خوب در این قسمت ضبط شد حالا مثلا اگه خواستیم که ضبط رو مجدد بکنیم آیا لازمه ای که حتما دونه نیو فا... آ... آدیو فایل درست بکنیم نه خیلی ساده من دوباره هم که کی... کلیک بکنم در صحنه کل لایه صوتی انتخاب میشه و دیلیت رو میزنم و همه چی از اول ضبط میشه یک بار دیگه با هم ضبط بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم صدا تست میکنم یک دو سه چهار پنج این میکروفون اصلی من هست که برای ضبط این آموزش استفاده میکنم نکته ای که هست اینه که از این قسمت هایی که خیلی بالا رفته عملا میشه گفت صدای اصلی ما هست و این قسمت های ریز صدای اضافی ما هست مثل نویز مثل موارد دیگه که خب اگه شما خواستید که این موارد رو فیکس بکنید یک آموزشی ما قبلا ضبط کرده بودیم تنظیم صدا در نرم‌افزار ادوب آدیشن که لینکش رو هم توی دیسکریپشن هست همین الانم هم این بالا ظاهر شد میتونید اون رو ببینید تا یک صدای خیلی عالی و خوبی داشته باشید اما مثلا اگه خواستیم که روی مو کار بکنیم خیلی خلاصه و خوب بخوام خدمت رو عرض بکنم میتونیم بیان از قسمت افکت فیلترن EQ اکولایزر ده بانده اکولایزر 20 بانده و اکولایزر سی بانده رو میتونید استفاده کنید و اگر هم خواستید نویز گیری کنید میتونید که خیلی ساده از این قسمت این قسمت رو انتخاب بکنید مثلا اون قسمتی که فقط نویز هست میام قسمت افکت نویز ریداکشن کپچر نویز که تایم میگیم اوکی میام مثلا اصلا از توی خود همون قسمت نویز ریداکشن کپچر نویز الان نویز ما کپچر شده و وقتی که بزنیم برای پلی شدن میتونیم مغازه نویز ریداکشن و ریدیوس بای رو میتونیم که کم و زیاد بکنیم تا یک صدای بم و خوب و عالی داشته باشیم اما یک نکته خیلی قابل توجه خدمت رو عرض بکنم از زن هدفون و اون دیوایسی که شما باش صدا رو گوش میدید خیلی مهمه یعنی بخوام خدمت رو عرض کنم اون مکانی هم که شما این صدا رو گوش میدید خیلی مهمه اون دیوایسی هم که صدا رو گوش میدید خیلی مهمه چطور ما برای اینکه یک صدای حرفه‌ای و صدای خوبی داشته باشیم لازمه که هر دوتا این پارامتر به اندازه خوب باشه محیط محیط نیمه آکوستیک باشه آکوستیک باشه کمترین سر و صدا داخل بیاد کمترین سر صدا بیرون بره تا بتونیم که صدا رو واقعی دریافت بکنیم اگر شما با اسپیکر در واقع کارتون رو گوش میدید اگر هم با هدفون هستید که خب صد البته بهتر کنید که هدفون خوب برای کار صدا تهیه بکنید اگر کارتون به صورت تخصصی روی صدا هست هدفون خوب فوق العاده فوق فوق العاده مهمه که باعث حرفه شدن کارتون میشه و در نهایت بعد از اینکه نویزمون کپچر شد این مقادیر رو کم و زیاد کردیم مثلا من یه دونه اینجا کلیکم میکنم برای اینکه ببینم این صدا چقدر خوبه میزنم برای پلی شدن و این مقادیر رو کم و زیاد مقادیر رو کم و زیاد میکنم بسم الله الرحمن الرحیم صدا تست میکنم یک دو سه چهار پنج این میکروفون اصلی من هست که برای ضبط این آموزش استفاده میکنم مثلا این صدا به عنوان مثال خوبه اپلایش میکنم بعضی از جاها صدا خیلی اصطلاحا ممکنه دیستورت شده باشه خود گوینده خیلی نزدیک میکروفونه و اصطلاحا ممکنه صدا دیستورت شده باشه شما کل صدا رو میتونید انتخاب کنید و با استفاده از این قسمتی که ظاهر میشه میتونید که لول صدا رو کمتر کنید که خب خیلی هم عالیه سعی کنید که صدا به هیچ وجه هم دیستورت نشه تا کیفیت صدا باقی بمونه و میتونید که حالا از افکت های دیگه استفاده بکنید که حالا ما اینجا کاری با اون نداریم و در نهایت اگر خواستید خروجی بگیرید میان از قسمت فایل اکسپورت اکسپورت فایل چرا چون ما الان توی این فایل هستیم دوباره هم روش کلیک میکنم که همین قسمت برای ما باز بشه فایل اکسپورت فایل و در نهایت حتما 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 اگر میخواین صدای با کیفیت و خوبی داشته باشید با فرمت ویو اون رو ذخیره بکنید سایر مقادیر رو کاری ندارم ولی با MP3 به هیچ وجه ضبط نکنید چون MP3 کیفیتش از فرمت ویو پایینتر. حالا اسمش هم که ما عوض کردیم بروز و مثلا ما توی دسکتاپ و هر جا که خواستیم ذخیره میکنیم و در نهایت روی گزینه اوکی من کلیک کنم و وقتی هم که ما از این قسمت بیایم میتونیم که صدایی که ضبط کردیم رو ببینیم خوشحال شدم که تو این ویدیو با شما همراه بودم امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه اگر انتقاد پیشنهادی دارید حتما حتما توی کامنت ها برای من بنویسید و اگر هم سوالی داشتید حتما حتما جواب میدم ممنون و متشکر امیدوارم که موفق و معید باشید در پناه حق خدایا رو نگهداره شما باشه.